من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو سپاس میگوییم که باز تونستیم خدمت شما برسیم با برنامه عروت الوثقی، ادامه بحث نماز قضا. گفتیم اگر نماز در وقت خونده نشد یا بعداً متوجه شدیم نماز خونده شده صحیح نبود، این نماز رو باید قضا کنیم، یعنی مجدداً بخوانیم. نماز بعد از وقت رو اصطلاحاً میگن نماز قضا. وقت نماز قضا کی هست؟ نماز قضا وقت نداره، یعنی شما هر وقت تونستید باید نماز قضا رو بخونید، چون یه تکلیف و وظیفه هست. ولی فرمودن مسامحه نکنید، کوتاهی نکنید، تأخیر نیندازید. بعضی از فقها هم احتیاط فرمودن اگر نمازی از شما قضا شد پیش از نماز بعدی اونو به جا بیارید. اما حالا به جا نیاوردید، تأخیر افتاده، یه هر چه زودتر انشاءالله به جا بیارید. از فرصت‌هایی هم که دارید استفاده کنید، نماز قضا رو بخونید. اولا انسان باید مواظبت کنه نمازش قضا نشود. ثانیا اگر قضا شد یا بعد فهمید قضا شده است، چون ممکنه برای بعضی پیش بیاد، وقت منو نماز ظهر خونده یه کار ضروری داشته، گفته نماز عصر رو بعدن میخونم، یادش رفت. خب این شخص نمازش قضا شده، حالا گناهی هم ممکنه مرتکب نشده باشد، ولی قضای نماز به عهده‌اش هست. مسئله دیگر در رابطه با نماز قضا، ترتیب نماز قضا است. یعنی آیا حتما نماز قضا باید پشت سر هم خونده بشه؟ یعنی اول مثلا یه نماز قضا ظهر بخونیم، بعد عصر بخونیم، بعد مغرب بخونیم، بعد عشاء، بعد صبح؟ یا نه میتونیم وایس مثلا 10 تا 20 نماز قضا ظهر بخونیم، 10 تا 20 نماز قضا عصر بخونیم؟ اگر به طور متفرق نماز قضا شده باشد، یعنی یکیش مال امروز، دو تاش مال مثلا یه روز دیگه است، به ترتیب نبوده، مراعات ترتیب هم شرط نیست. هر تعداد نماز قضای ظهر دارید همون تعداد رو به جا بیارید، هر تعداد نماز قضای صبح بوده همون تعداد رو به جا بیارید. اما اگر به ترتیب قضا شده، مثلا یک هفته نماز نخونده، یه ماه نماز نخونده، یا بعداً متوجه شده وضوش باطل بوده، غسلش باطل بوده و فرضاً یه ماه باید نماز رو قضا کند، یا مسافر بوده و نماز رو کامل خونده بعد متوجه شده باید دوباره بخواند، یا بالعکس، اگه به ترتیب قضا شده باشد، اکثر فقها و مراجع معظمه تقلید می‌فرمان باید ترتیب مراعات شود. به این معنا که مثلا یه نماز ظهر بخونه، یه نماز عصر بخونه، یکی مغرب، یکی عشاء، یکی هم چی؟ صبح، و باز همینجوری به ترتیب. اما بعضی دیگر نظرشون این است که نه، در نمازایی که ترتیب شرعاً درش لحاظ شده است، مثل ظهر عصر یک روز، نمیشه عصر رو قبل از ظهر خوند، باید حتما ظهر رو قبلا بخونه، یا مغرب و عشاء یک شب، خب اول نماز مغرب بعد عشاء، قضاش هم باید همینجوری باشد. ولی اینکه حتما باید پشت سر هم به طور شبانه روزی باشد، بعضی میفرمان ضرورتی ندارد. ثمرش هم اونجا ظاهر می شود که اگر برای یک میتی خواستن نماز قضا بخوانند، اشکال نداره به جماعت بخونن، یک نفر وایس جلو و بقیه هم اقتدا کنن، همزمان مثلا 20 نفر هستن، 20 نماز مغرب بخونن. اون فقهایی که می فرمان این ترتیب شرط نیست، در این گونه نماز قضا خوندن هم می فرمان اشکالی ندارد. این هم حالا بحث ترتیب نماز قضا. مسئله دیگر این است که نماز قضا رو باید چجوری بخوانیم؟ به این معنا که حالا اگر در سفر نمازمون قضا شده بود، باید حتما شکسته بخوانیم قضاش رو، یا مثلا آقایون نماز قضای مغرب و عشا میخونن، حتما باید حمد سوره رو بلند بخونن، یا نه این مربوط به نماز اداست.
فرمودن نسبت به نماز قضا اقض مافات کمافات، یعنی همون گونه که نماز اصلش بوده از قضا شده است، همون گونه قضاش رو به جا بیار. پس نتیجه میگیریم اگر کسی آقایی نماز صبحش قضا شد بخواد به جا بیاره، اولا دو رکعتی باید به جا بیاره، ثانیاً باید حمد و سوره نماز قضا رو هم بلند بخونه و همچنین نماز مغرب و عشاء. نماز قضای ظهر و عصر رو همه باید آهسته بخونن. اگر در مسافرت نمازش قضا شده باشد، ولو در وطن بخواد قضای نماز رو به جا بیاره، باید دو رکعتی به جا بیاره. نمازهای چهار رکعتی رو عرض میکنه ما، در مسافرت وظیفش دو رکعت بود، همین دو رکعت رو نخوان یا باطل خوند، قضای نماز رو باید دو رکعتی بخونن. عکسش هم هست، اگر کسی در وطن یا در جایی که نمازش کامل بود نمازش قضا شد، حالا میخواد قضای نماز رو به جا بیاره، چه در مسافرت باشد چه در وطن باشد، اینو باید چهار رکعتی بخونن، یعنی قضای نماز رو باید چهار رکعتی بخونن. حالا ممکنه سوال بپرسید که کسی که مسافر هست نمازش شکسته هست میتونه نماز قضای کامل بخونه؟ بله، این شکست خوندن نماز مربوط به نماز اداست نه نماز قضا. بنابراین اگر یه وقتی مسافرت رفتید در روزم یه جا نمیمونید، فرصت داشتید میتونید نماز قضای قبلیتون رو ولو نماز کامل بوده به جا بیارید. بیننده ای نوشتن دستم شکسته و از آرنج تا سر انگشتانم در گچ است، نمی توانم وضو بگیرم، وظیفه‌ام چیست؟ نه، شما میتونید وضو بگیرید انشاءالله، ولی وضوی جبیره، اما به این معنا که حالا آب رو برسونید به دست مثل افراد معمول، بله غیر ممکن است. وضوی معمولی نمیتونید بگیرید، اما وضوی جبیره میتونید بگیرید، به این معنا که اون قسمت هایی که در گچ هست دست خیس کنید روش بکشید، نوک انگشتان اگر از گچ بیرونه اونجا رو هم آب می‌ریزید می‌شویید، اینو بهش میگن وضوی جبیره. پرسیدن خوردن دنبلان برای دوا حلال است؟ بله، دنبلان حیوان، هرچند حیوان حلال گوشت هم باشه، حرام است. برای دوا، گرچه روایتی داریم که خداوند شفا را در حرام قرار نداده است، اما حالا اگر پزشکان متخصص در یه نوع بیماری خاصی به این نتیجه رسیدن که دواش یه چیز حرامی است، منحصر در همین هم هست، جایگزین هم نداره و چاره‌ای هم نداره، اونجا فرمودن از باب اضطرار به قدر ضرورت اشکال نداره، اما اینکه به هر بهانه یاره بگه برای اون بیماری خوبه یا برای مثلا فرزن جلوگیری از فلان بیماری خوبه بس بره چیز حرام بخوره، نه، این جایز نیست. با سلام و تشکر از زحمت شما. خب ما متشکریم از لطف شما نسبت به برنامه. علیکم السلام. آیا در خواندن نماز بایستی سوره مبارکه هم را حتما اول هر رکعت خوان، یا میتوان سوره دیگری خوان، یا حتما باید حمد را اول بخوانیم سوره دیگری را بعد بخوانیم، یا برعکس هم اشکال ندارد؟ بله، همون که اول فرمودید، در رکعت اول و دوم نماز، نه همه رکعات، سوم و چهارم این شرط نیست، در رکعت اول و دوم نماز سوره هم، سوره فاتحه الکتاب، یعنی اولین سوره قرآن باید خونده شود، بعد از اونم یه سوره دیگر، عکسش هم نسایی نیست. پس سوره دیگر کفایت نمی کند که سوره هم نخوانیم. اصلا در روایت داریم که لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، اصلا نماز بدون سوره هم نماز نیست. حالا ممکنه بگید بس نماز میت چیه؟ اصلا نماز میت استثناست کلا، اصلا شکلش با نمازهای دیگه اصلا فرق میکنه، ولی نمازهای یومیه و نمازهای مستحب بدون سوره هم صحیح نیست، پس سوره هم باید خونده شود. و در نمازهای واجب یومیه یک سوره دیگری غیر از سوره هم باید بعد از هم بخونیم. چهار سوره هم هست که سجده واجب داره، اونا رو هم که نمیشه خوند بعد از هم، از ترتیبش هم همین است که گفته شد. و در رکعت سوم و چهارم نه، واجب نیست شما سوره هم بخوانید، میتونید سوره هم دو بخوانید بدون یک سوره دیگر ولی آهسته، یا تسبیحات اربعه بخوانید.
میخواستم بدانم هنگام غسل های واجب نباید حرکت داشته باشیم، یعنی در حمام و بعد از استحمام زیر دوش رفته به ابتدا سر و بعد کمی جابجا شده سمت راست و بعد سمت چپ را دوش بگیریم، آیا صحیح است؟ در غسل نفرمودند که باید بدن بی حرکت باشد، این شرط برای نمازه. در نماز بله باید بدن حرکت نداشته باشه، اونم حرکات جزئی اشکالی نداره، کل بدن باید طمأنینه و آرامشی داشته باشه، ولی در غسل این شرط نیست، یعنی در حال حرکت هم باشه اشکال نداره. حالا اینم باز اشاره کرده بودن سر و گردن شو کمی جابجا بشود بعد مثلا طرف راست بشه. اینا اشکال نداره و میدونید که در غسل موالات هم شرط نیست، یعنی سر و گردن شستید بلا فاصله لازم نیست نیمه راست رو بشوید، فاصله هم بیفته اشکالی ندارد. نوشتن اگر دو نفر با هم ازدواج کردن بعد فهمیدن با هم محرمن، آیا بعد از عقد طلاق واجب است یا نه؟ اگر واقعا متوجه شدن که اینا محرم هستن و ازدواجشون باطل بوده دیگه طلاق نمیخواد که، اصلا عقدشون صحیح نبوده است. اینا اصلا زن شوهر نیستن که نیازی به طلاق داشته باشه. ولی یک نکته رو اینجا عرض کنم، حالا ممکنه یک کسی مسئله رو شنیده و تصورش این است که بله با هم محرمن، مثلا مادر گفته که شما از مادر خانمت شیر خوردی، اما حالا مدتش چقدر بوده، چه مقدار شیر خورده، چگونه شیر خورده، آیا موجب محرمیت میشود یا نمیشود. اینجوری نیست که بلا فاصله بدون طلاق از هم جدا بشن بعدم خانم خیال کنه دیگه شوهر نداره بره ازدواج کنه. حتما مسئله رو بپرسید، مواردی که شبهه دارید مسئله رو بپرسید و همچنین پیش از ازدواج یه سری مسائل و احکامی وجود داره که اونا باید مطالعه بشود. گاهی پیش آمده، حالا ولو خیلی کم، خیلی خیلی کم، که یک خانمی با یه آقای سالیانی با هم زندگی کردن، صاحب فرزند هستن، معلوم شده که اینا با هم محرم بودن یا ازدواجشون با هم حرام بوده، چون موارد دیگه هم داریم که یک دختر و پسر یا یک زن و مرد با هم نمیتونن ازدواج کنن، شرعاً ازدواجشون صحیح نیست. پس پیش از ازدواج یه سری احکام مربوط به ازدواج باید مطالعه شود، یه وقت به اشتباه نیفتن. دو، در ادامه اگر یه وقتی تصورشون بود که ازدواجشون صحیح نبوده است یا مثلا خیال کردن محرمن، حتما مسئله رو بپرسن، بعد ببینن تکلیفشون چیست. نمیدونم فرصت داریم باید سوال بخونیم یا نه. خب ظاهرن وقتمون رو اشاره میکنن به پایان رسیده است. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله. خلاصه این برنامه، در این برنامه احکام نماز قضا را دنبال و در این راستا به چند مسئله اشاره کردیم. یکم، به فتوای بیشتر فقها نماز قضا وقت معینی ندارد، اما نباید مسامحه و کوتاهی شود، بلکه باید هرچه زودتر به جا آورده شود. البته به فتوای بعضی از فقها احتیاط در این است که قضای نماز قبل از نماز بعدی خوانده شود. دوم، اگر نمازهای قضا شده پشت سر هم نبوده بلکه در روزهای مختلف، بعضی از نمازها قضا شده، به هنگام قضا کردن نیز رعایت ترتیب بین آنها لازم نیست. اما اگر به ترتیب قضا شده باشد، مثلا فرد یک هفته کامل نماز نخوانده باشد، به فتوای بیشتر فقها باید نمازهای قضا شده را به ترتیب به جا بیاورد. اما به فتوای بعضی از فقها این ترتیب لازم نیست، گرچه رعایت ترتیب بین نماز ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا لازم است. سوم، نماز قضا باید عیناً به همان صورت نماز ادا شده خوانده شود. بنابراین اگر نماز صبح مردی قضا شد، باید به هنگام قضا کردن حمد و سوره را بلند بخواند، حتی اگر در ظهر قضا کند. همچنین اگر نماز کسی در حال سفر قضا شد، به هنگام قضا کردن باید نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعتی قضا کند، حتی اگر در وطن خود قضا کند. همچنین اگر کسی در حال سفر بخواهد نمازهای قضا شده در وطن را به جا بیاورد، باید نمازهای 4 رکعتی را به همان صورت 4 رکعتی قضا کند. در برنامه بعد احکام نماز قضا را دنبال خواهیم کرد.